و پرداخت بهای مقاومت. توطئه علیه این مقاومت همیشه بوده، اما چیه که این توطئه ها رو در هم می‌شکنه؟ چیزی نیست جز فدا و پرداخت بهای مقاومت. این محصول کار خودمونه، محصول کار شماست و محصول مقاومت کردنه. پس از 17 ژوئن چه درسی میگیری؟ نباید مغلوب شد، باید ایستاد، باید جنگی و میشه و باید این رژیمو در سراشیب این سرنگونی هل داد تا ته در رسن. راستش من اون موقع چند ماهی بیشتر نبود که به ارتش آزادی بخش پیوسته بودم که توطئه 17 ژوئن اتفاق افتاد و دستگیری خانم مریمو برای اولین بار از کنار دستیام شنیدم. خودم باورم نمیشد، باور نمیکردم مثلا، تا اینکه خبرشو مستقیم از سیما دیدم. خیلی تحت فشار قرار گرفتم، اصلا باور نکردنی بود برام. سراغ مسئولینم رفتم، گفتم خب یه کاری بکنیم، آیا نمیتونیم خواهر مریم اونو گرفتن؟ مگه میتونیم یه جا بشینیم؟ آروم و قرار نداشتم، تحسن هوادارامونو میدیدم، فداکاری های هوادارامونو میدیدم، جانفشانی هاشونو میدیدم. از یه طرف تحت فشار بودم که ای کاش منم یه کاری میتونستم بکنم، از یه طرف باعث افتخارم بود. گفتم هوادارایی داریم که هیچ وقت پشت مقاومت رو خالی نمی کنن. خواهر مریم پشتش به هواداری گرمی که هیچ وقت پشتش رو خالی نمی کنن. شما دیدیم که چجور هموطنان خودشونو از هر طریقی که تونستن به اقامتگاه رئیس جمهور مقاومت رسوندن و تونستن با فداکاری و با پرداختن بها برای آزاد کردن خانم مریم این توطئه رو در هم بشکنن. اما امروز 4 سال از اون واقعه میگذره. بعد از 4 سال شما تفاوت صحنه رو به خوبی میتونید ببینید. به خوبی میتونیم ببینیم که مقاومت کجاست و رژیم الان کجاست. مقاومت در اوج، خواهر مریم در همه کشورها هست، ایدولوژی خواهر مریم سر زبوناست، ولی رژیم در سراشیب سرنگونی. این که این پرونده خالیه، هیچی توش نیست، توطئه کثیفی بیشتر نبود. لیست تروریستی هم که از این طرف هم مردم اروپا هم پارلمانترهای اروپایی، دادگاه عدالت اروپا حکم لغو تروریستی و لیست تروریستی علیه مقاومت رو کرده و اینا همش باعث افتخار منه. سازمانی هستم که پاکه، یک آرمان بیشتر نداره، آزادی خلقش. دو کلمم به دشمنم بگم، هر چقدر میخواین توطئه بکنی بکنی، آب برومون میبندی ببندی، برقمون رو قطع میکنید بکنید، آذوقه‌مون رو قطع میکنید بکنید، محاصره به همون تنگ میکنید بکنید. اما مطمئن باشید همچنان که توطئه 17 ژوئن رو خونسا کردیم، بقیه توطئه‌هاتون هم خونسا میکنید. این شما هستید که محکوم به سرنگونی هستید، چون ما تصمیم گرفتیم. ما اشرفی‌ها اینجا وایسادیم، از جامون هم جامون نمیخوریم تا شما رو سرنگون نکنیم. از پا نمیشه، ما قسم خوردیم تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونمون وایسیم و شما رو سرنگون کنیم. ما با مردم ایران شما رو تنگ تخلیف خواهیم کرد، هر چقدر میخواییم توطئه بکنید بکنید.
به گفته مولامون سید الشهدا، هیهات من نسل، هیهات من نسل، هیهات من نسل، هیهات من نسل.